برای خدمت مردم امام خیلی مقام عالی پیش امام حسین پیش رسول الله معذر آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام دارد. شاید شما از اینها سوال بکنید و برای خدمت زنا که داره انجام میدهد خیلی مشکلات های زنا حل میشود و خیلی خیر و برکت ها خدا برای زنا ها میدهد، چون اینها تمام خدمتگاران امام حسین علیه السلام می باشد. یک صلوات ختم شد. امی بنده خدا یک پارچه داده، یک کسی خد نوشته داده که خد زیرا عجیب ما اگر بخونم ملا خنده نمیتونه همونطور فهمیده میشه که ایشان مشکلات داره، مشکلات داره. خداوند انشاءالله مشکلات از را حل کنن. اگر چی گفته که این آیون باره که امیجی بار مستر را بکن که حالا همی هرچی که در ازی هست حاجت ازی براورده شونه بر محمد آل محمد سی سلوات خط میکنه. اللهم صلی اللهم صلی اللهم صلی شما وقتم که داره تمام می شود. آقای امام حسین علیه السلام زمانی که به کربلا رسید آقا چند نامه نوشته کرده، از جمله یک نامه نوشته کرده به نام حبیب ابن مزاهر روز دویم محرم. آقا که نامه نوشته کرد اصحابا را آقا می دانه که جمله حبیب در کوفه یه میگه در کوفان که خیلی شرایط خطرناک بوده، اون روز جاسوسان ابن زیاد بوده دیگه. مامه رو به قیس بن مسهر تسلیم میکنه، شاید قیس باشه. گفتم مامه رو در کوفه ببر برای حبیب برسون و بیا کربلا مامه رو تسلیم کن. ایشون مامه رو که میاره در کوفه گلیه ها رو میگرده با آدرس خانه حبیب را در کلبا میکنه. یک زن بیرون میشه، کی هستیم؟ مال کسی هستیم؟ حبیب خانه بگو. حبیب خانه یه بود بله. حبیب بگو اجازه میدی؟ بود بله اجازه یه رفت بارد؟ بله اجازه یه رفتیم. نامه را دست حبیب میده. حبیب که نامه را میخونه گریه میکنه، گریه میکنه. با گلهای از ما پیرانی از ما خیلی به عقیدت استوار باشه، به خدا دنیا اهمیت نداره، به خدا دنیا اهمیت نداره. او باری مردم خیلی مشکل آب نبیه بریم، خیلی سخته. یار یاوری یا حسین خوب عقیده میخواه. حبیب نامره که خان دیگه حبیب گریه کرد، زنش نگاه بکنه که حبیب گریه کرد. بنامه تر حرف افشا شد، مردم های گلی ریختن بود حبیب مشریدی یک نامه از آقای امام حسین برایت آمده. حالا در نامه چی نوشته دیگه آقا ممکن نشد؟ بله نامه از امام حسین رسیده، اما چی کنم که من توان ندارم توانی را بیدارم. ای بابون های نخدا شما نزد خیلی در بالای بیمبرم، ایام آشورا که خواندن آمدین باز شما یاری کردین سی نزدین اینا را هیچ وقت فراموش گرفتن نماشم، هیچ وقت اینا را کس فراموش نمیگره. امیده که آقای امام حسین هم یک نظر بکنه. مردم گفت چرا کربلا نمارو؟ گفت من کربلا نمارو، من توان نمارو، من پیر شدم. چرا که در بین زنها محتمل جاسوس ابن زیاد باشه، مردم که کاملا خارج شد کس نمان زن زهیر آمد. زهیر زنش خیلی علاقه به امام حسین خیر زهرا بیبیش را دوست داشت، خیلی عاشق امام حسین بودن.
عمر گفت حبیب راست میگی تو کربلا نمیری؟ گفت نه من کربلا نمیرم. چرا کربلا نمیری؟ گفت زنم کسی کربلا میرم که توان شمشیر زدن داشته باشه، حوصله و قدرت سواری رو داشته باشه، توانایی تشنگی رو داشته باشه. من که حالا هیچ توان ندارم، نه قدرت شمشیر زدن دارم، نه حوصله تحمل تشنگی رو دارم، نه طاقت سواری رو دارم. من در کربلا چی نخواه برم؟ زنش میگه چادر از سرش برداشت، طرف حبیب انداخت. گفت حبیب مثل زنان در خانه بیوشید؟ این روزی که در شهر کوفه هیچ کس مرده ها در خانه نمونده، کم کسا یاری امام حسین بوده، همه با یاری ابن زعد رفته، همه با کمک شیر رفته. تو که امروز نامه از امام حسین اومده کنج خانه بینشین. این زن بوده به طرف کربلا گفته سلام علیک یا ابا عبدالله. مولا جان ما خدا را شاهد میگیرم چی کنم زنم؟ جهاد بالای ما واجب نیه و الا ما خود کربلا میرسانیدم. اما زهیر خیلی زیاد تشویق کردم، اما زهیر حرف مرا قبول نکرد. میگه زهیر وقتی که علاقه از زوجهش دید، صدا زد همسرم آرام شد گریه نکن. کور با چشمی که نامه امام حسین مولا را بی خانه یاری نکنم. گفت من کربلا میرم زن، من کربلا میرم. بعد میگه حبیب غلام خود طلب کرد. او زمان شهر کوفه تو بزرگ نبوده، شهر کوفه کوچیک بوده. گفت غلام اسب و شمشیر ما را بگیر، از شهر کوفه خارج و فلانی جا منتظر باش تا ما بیاییم. خود حبیب داره حالا برو بازار گردش کنه، اگه احوال کوفه را برای آقا امام حسین ببره. خیلی حبیب آدم تجربه دان بود. آقا آمد وارد بازار شدید که بازارها تمام بسته هم. اما وارد بازار سوداگران شدید که بازارها بسته هم، بازارهای عطاری همه بسته هم. ولی بازار وارد بازار اسلحه فروشان شد که دکانها باز. سبحان الله، مردم داره شمشیر میخرن، مردم نیزه میخرن، مردم تیر میخرن، مردم سپر میخرن، مردم شمشیرهای خود را کرده به زهر آب میدن، نوک نیزه را به زهر آب میدن. های مردم حال حاله داره سر و صدای های هویه. حبیب از یک نفر سوال کرد، از یک پیرمرد، گفت آقا جان امروز در این شهر چی احواله؟ گفت مگر تو غریبی؟ گفت شاید من بی خبر هستم. گفت صبحگاه عبیدالله ابن زیاد امیر بالای مسجد رفت خطبه خواند، زمنان گفتم که یک خارجی خروج کرده، چندان جمعیت نداره، صحرای نینوا آمده. شما مردم برین هر قدر میتونه اسلحه و شمشیر بگیرن حرکت کنید، برید ایشون به قتل برسونید. ما آمدیم شمشیر میخریم و نیزه میگیریم و در جنگ صحرای نینوا میریم. دیگه حبیب بیچاره خیلی متاثر شد که سبحان الله امروز اولاد زهرا به نامش خارجی گذاشته و تمام اسلحه فروشان امروز دارن متاعای خود به فروش میرسونن. آقا گردش کرد، در یک جای دید که مسلم ابن عوسجه نشسته در یک دکان. خو مسلم ابن عوسجه و از یاران امام حسین حبیب اینا را میشناسن، دید که نشسته یک چیز روی دست دارن. سلام کرد و گفتم که حبیب مسلم چی خریدی؟ کجا بودی؟ گفت که من مسلم چی مگرم؟ مگه حبیب ما امشب رسول خدا را در خواب دیدم. امشب رسول الله را در خواب دیدم. رسول الله گفتن مسلم ابن عوسجه محاسن خود را خضاب کن. مسلم خبر نداری محاسن خود را باید خضاب کنیم. من از خواب که حرکت کردم امروز بازار آمدم، دکانها بسته بود، آخر زیر دکان یک مقدار اینا پیدا کردیم، برم محاسن خود را خضاب کنیم که پیامبر در خواب دیدم. حبیب آب چشمش سرازیر شد،
صدا از مسلم بیا بریم در گوشه تو مطلب پیغمبر نفهمیدی، تو مطلب رسول الله درک نکردی، بیا بریم در یک گوشه آورد نامه امام حسین را برایش نشاند. گفت مسلم بن عوسیان نامه از امام حسین رسیده، هدف رسول الله بیا حسینش به نحوه کربلا تنها مانده، بیا برو مولای حسین یاری کنیم. میگم مسلم از بس که آماده بود از همونجا شمشیر به کمرش بسته بود اسب خود گرفت بلا معطل به طرف کربلا حرکت کرد که دیگر آماده نشد که بره بازن و بچه خدا حافظی کنه. میگه شمایی که امروز عاشق امام زمان هستیم، جوانه های ما با کله های ما، میگه عاشق امام زمان مهدی صاحب زمان هستیم، اون قدر آماده باشیم زمانی که امام زمان میرسه مانند نامه حسین که به شهر کوفه رسید و مازی که انسان خبر میشه باید حرکت بکنه. دیگر فرصت برای آدمینی که میگه برم مکاره های خود جمع کنیم، برم مدین و داد خود حساب بکنیم، برم ما حسابای با مردم داریم حل کنیم، میگه نه، اصحاب امام زمان همه از پیش آمادگی داره و مازی که صدای امام میرسه آدم داره حرکت میکنه. مثال میزنه مانند مسلم ابن اوسجا و مازی که خبر شد که آقای امام حسین کربلا آمدن، میگه از دکان که حرکت کرد رفت اسب و شمشیر گرفت یا الله طرف کربلا حرکت کرد. وقتی حبیب جمله ها را گفت تا احوال شهر کوفه را گرفت حرکت کرد، آمد که باره طرف کربلا، آمد نزدیک رسید در جایی که با غلامش وعده گذاشته که غلام اسب گرفته در اونجا منتظره. دید که غلام اسب گرفته با اسب زمزمه داره، میگه اسب مولا خیلی دیر شد، اگر یک لحظه حبیب مولایم نیامد من تو را سوار شده کربلا به یاری مولایم حسین میروم. با اینی که غلام حسین هیچ نمیشناسه اصلا، از بس که شوق و علاقه حسینی اما حسین مرتضی را حرکت میکنه. حبیب خیلی غبطه خورد، حبیب گریه کرد، گفت حبیب چقدر غافل هستی، توی که یک عمر با حسین هر دوی شما رفیق بودی، با حسین همراز بودی، شبا روزه ها با حسین یک جا بودی، چقدر غافل هستی، ولی یک غلامی که حسین نمیشناسه چقدر علاقه پیدا کرده. آمد شمشیر و اسب از غلام گرفت، گفت غلام تو رو برای خدا آزاد کردم، غلام تو رو آزاد کردم برای خدا، غلام صدا میزنه حبیب جان دیگه، حالا من لیاقت غلامی امام حسین ندارم، حبیب جان خیلی دلم عاشق شده، خیلی دلم میل کربلا پیدا کردم، حبیب جان برو تو که در رکاب امام حسین خدمت بکنی، ولی ببر که من غلامی شما را انجام بدم. خوش به حال کسایی که امروز در کافره رفته کربلا یا، خوش به حال اونایی که کربلای معلوم یا، خدا از سال آینده همین گل کربلای معلوم برسان. حبیب طرف کربلا آمد، حبیب که مرد جهان دیده، زمانی که صحرای نمروان نزدیک شد دید امام حسین صف کشیده، بقام نگر روز تاسعا بده یا صبحگاه روز عاشورا، آقا حرکت کردن صف در پیش خیمه ها درست کردن لشکر خود را، علم و علمدار خود را آقا امام حسین معین کردن، سرکرده دست راست لشکر خود زهیر بن قیل بجلی و قرار داد یک علم به دستش، علم کرب علم نصر من الله را امام حسین روی بغل گرفت، همه منتظر که علم را برای کی بده، علی اکبر منتظر بود، قاسم منتظر بود، جوانان بنی هاشم، آقا امام حسین میگه علم روی دستش بود، آقا ابوالفضل صدا کرد، گفت عباس جون بیا نزدیک، عباس که آمد امام حسین ابوالفضل روی بغل گرفت، محکم فشار داد، آقا ابوالفضل این علم کربلا، این بیرق نصر من الله ابوالفضل،
ابوالفضل جان، این بیرقی که امروز در کربلا بلند میشه، امین بیرقی که صحرای محشر میارید، تو ابوالفضل علمدارم هستی؟ عباس صدا میزنه، برادر میدانم که بیرق کربلایم، خودم کربلایم، چرا این قدر شما با من توصیه میکنی؟ صدا زد عباس جان، به خدا این علم اگر استوار بود، لشکر همه سالمه، لشکر همه غالبه، اگر خدا اینو خواسته و این علم کمی انکسار پیدا شده یا صاحب از این علم یک کار کنه، لشکر کاملا شکست میخوره. عباس دست بالای چشم گذاشت، صدا زد برادر جان، این قدر به تو اطمینان میدهم، از طرف عباس تو مطمئن باش برادر، تا زمانی که دست از بدنم جدا نشونه این علم از من جدا نمیشه، این علم رو من بالا میکنم تا زمانی که دست در بدن داشته باشه. بعد میگه علامه که دست ابوالفضل داد، جای ابوالفضل در قلب لشکر تعیین کرد، جوانان بنی هاشم و مکه به بیرق ابوالفضل جمع شد، یک بیرق دیگر آقا درست کرد که علمدار میسره ایم، این بیرقی که درست کرد خیلی اصحابه ها منتظره که شاید ما علم دارشون، ما علم دارشون. آقا گرفت امی علم رو آور به تنور خیمه بسته کرد، علی اکبر رو به بابا جان خیر عقاسی مامور امو جان خیر ایچی احوال اصحابه ها جمع شدن، مولا جان چرا علم رو به تنور خیمه بسته کردی؟ حضرت صدا زد اصحاب من، جوانان از ما، تا هنوز علم دارم نیامده، تا وقتی که علم دارم برسد. دوا علم دارست شد گفت از کوفه از زینب خبر شد برادر، حالا از کوفه کس بیاری ما امروز میگه؟ گفت بله، علم دارم خواهرش اهل کوفه میآید، بناگاه میبینی یک گردی از طرف کوفه نمودار میشود، حضرت بشارت میده خواهر جون زینب علم دارم آمد، جوانان بنی هاشم علم دارم آمد، آمد آمد حبیب که نزدیک شد همه دید یک مرد محسن صفر دید، یک باکول سواره، یک غلام جلوی پال اسبش میدمد، حبیب که نزدیک شد دید که بابا یه پرچم بیرق به تمام خیمه بسته خود بروی خاک انداخت، السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، آقا حرکت کرد، آمد حبیب از زمین بلند کرد، حبیب گریه کرد مولا جان بسوزم چشمم کوبا، چرا بیرت به تناب خیمه بسته کردیم رو، مگر کس نبود به صحرای کربلا؟ آقا صدا بزنه حبیب جان، حبیب جان علمدارم نبود، صاحب حرم شما هستیم، جدم این نقشه را برای من دادم که زهر سرکرده دست راست کربلایا، حبیب سرکرده دست چپ کربلایا، ابوالفضل و عباس علم نسل من الله را داده سرکرده قلب لشکر کربلایا، حبیب جان منتظرت بودند. آقا رفت علم رو از تناب خیمه باز کرد به دست حبیب داد، حبیب سرکرده میسره لشکر خود قرار دادن، بل مقابلشون عمر سعد سفارایی کرد، این 3000 لشکر رو خود عاشورا تمام صاحب منصبان خود معین کرد و بعدا تبل نقاره رو کوس نقاره رو بلند کرد، زمین کربلا کاملا با وحشت آمد، سر تا سر زمین کربلا داره صدا میدهد، امام حسین علیه السلام محاصره شدن، میگه نزدیک به نماز ظهر بود، خیلی زیاد صدا بلند بود، حسین حالا اگر کسی داره در میدان بفرست، میگه بناوا حبیب ابن مظاهر جلو آمد، گفت یا ابن رسول الله و واجن امام حسین، من خیلی علاقه دارم در رکاب زنده باشم، اما حالا لشکر نمیگذار، آقا من اجازه میدان بده، حالا آزم به کربلا شروع میشه، من میخوام نماز پشت سر جدت در بیشت بخوانم، اجازه میدان گرفت، حبیب آمد بین دو دنگه میدان، خیلی شعارهای آزادی داد، بعد دست به قبضه شمشیر زد، گفت بدو ای دنیا، حبیب ضعیف بود، محاصر سمیه بود،
بنا بود جنگ که آغاز شد شمشیر آمد بنقل نیزه آمد در پشت حبیب خورد آقا از بالین اسب به روی زمین افتاد لشکر عمر سعد دیگر مجال نداد از چهار طرف با نیزه شمشیر حواله کردن پیکر حبیب پاره پاره شد دیگر آقا توان نداره اخیر صدا زد سلام علیک یا ابو عبدالله حسین مراد دریافت دمی رفتنن میگه حسین خود بالین حبیب رسانید سر حبیب را زمین بلند کرد میگه حبیب در حالت عشق بود مدهوش بود یک بار به هوش آمد چشم باز کرد دید که سر غرقه به خون به دامن مولایش امام حسین عایشه ام آل محمد دم مردن مادرها زهرا بیاید زینب کبرا بیاید پدران و برادران دم مردن مادرها امام حسین آمدن ابوالفضل بابر حوالیش آمدن اکبر و قاسم آمدن اله سر به خاک نمانند اله به خاطر مریض و مریضداری ها در اسپتال ها غریب و مظلوم نمانید الهی جوان های من روی خاک نمانند بروز توسعه های امام حسین از دستر حبیب کوی بغل گرفتن حبیب چشم باز کرد زیر سر خود آقای امام حسین دید صدا زد آقا جان از ما راضی شدی یا نه محاسنم به خونم آلوده شد آقا راضی شدی یا نه از دست صدا زد حبیب خدا از تو راضی باشم جدم رسول الله از تو راضی باشم مادرم زهرا بابادم علی راضی باشه امام مجتبی اما رفت سلام ما را به جد و بابایم برسان منم از عقب شما میایم حبیب جان برخیز که نعش تو را به خیمگاه ببرم به قول میگه نه نعش حبیب خیمگاه نیاوردن در همون جا گذاشته علا ایهال امام حسین به طرف خیمگاه برگشت همین جمله روزه انشاءالله الهی حاجت بگیرد آقای امام حسین همه روز عاشورا یارانش همه به شهادت رسید از یاران ابو عبدالله دیگر کسی باقی نماندن اخیر کسی میآید یادگار امام حسن مجتبی حضرت قاسم میآید امروز یک یتیم نوازی کنیم به حق حضرت قاسم اولاده ها یتیم نشوند به حق حضرت قاسم جوان ها همه کامیاب شوند خداوند انشاءالله عزاداری ها را قبول کنند وقتم به آخر رسیده حضرت قاسم آمد صدا زد عمو جان ما را اجازه میدان بده آقای امام حسین حضرت قاسم میگه اجازه میدان نده قاسم جان شما برگردید قاسم 13 ساله بوده تو یادگار از برادرم امام حسن مجتبایی حضرت قاسم برگشت آمد میگه به دامن خیمه نشست سر را بالای زانوی دم گذاشت ای داره گریه میکنه ای داره ناله میکنه با خود میگه قاسم تو امروز کس نداری بابا نداری کسی اجازه میدانت نمیده علی اکبر که بابا داشت رفت به شهادت رسید ولی تو کس نداری برای روایتی که عمه زینب آمده برای روایتی که خودشون یادش آمد یک وصیت نامه است بابایش امام حسن مجتبی بوده آقا زمانی که جگرهایش پاره پاره روی تشت آمد آقا یک چیز رو وصیت کرد وصیت نامه رو تسلیم کرده بود آقا وصیت نامه را پیدا کرد باز کرد دید که بابایش امام مجتبی نوشته کرده گفت حضرت قاسم زمانی که قافله حسین سمت کربلا صحرای نینوا حرکت کرد شما همراهش بودید قاسم جان زمانی که روز عاشورا میرسد تمام خیمه ها به همدیگر خود وصل میشود زمانی که میدان شهادت و جانبازی روی کار میشود قاسم جان امام حسین تنها نگذار یادگار من هست در یوم شهدای کربلا باش که من در نزد مادرم زهرا جد و رسول الله بودم علی دیگه بینام قربانی امام حسنم آی خوش من احوال شما که روز عاشورا قربانی امام حسین داریم ایام عاشورا برای امام حسین داریم نظر میدیم قربانی میکنیم سینه میزنیم عزادار خوبیم خوش من احوال شما عزاداران امام حسین الهی به حاجت برنخیزیم آقای امام حضرت قاسم نامه را گرفت خدمت امام حسین آمد گفت عمو جان یک چیزی آوردم
یک نامه آوردم، یک کاغذ آوردم، اگر این جواب گفتیم من اصلا دیگه طرف میدان نمیرم. آقای امام حسین کاغذ باز کردید که نامه برادرش امام حسن مجتبی را میگم آقا من قدر گریه کرد، خدا میدانم. بعد 13 سال یاد از غریبی امام مجتبایش آمد، گفتای برادر جان قربانت بشم، غریبان مظلومان به شهادت رسیدی، جگرهایت پوره پوره روی تشت آمد، ولی اولادهایت اسیر نمیشد، بی خانه و روزگار نبودی، کاش صحرای کربلا بودی، امروز غریبی رو حسین میدید، اولادهایت ممول اتش میگن. جوانانم داره هر کدوم به شهادت میرسن، میگه گریه کرد و بعد از اون حضرت قاسم طلب کرد، قاسم روی بغل گرفت، ای بسوزن برای قاسم ها را زره را آورد، میگه قاسم کوچیک بود، زره به جان قاسم جور نمی آید، هر زره را بر بدن قاسم داد، زره ها خیلی کلان بود. آخر آقایمون امام حسین لباس را به شکل کفن در بدن قاسم انداخت، یک عمامه به سر قاسم بسته کرد، شنبه را دو طرف انداخت، یک طرف پیش رو انداخت، یک طرف هم پشت سر، کمر بسته کرد و قاسم جان برو خدا حافظ. حضرت قاسم از خیمه‌گاه حرکت کرد، ماهی جمال قاسم شد بر فلک نمایان، از خیمه‌گاه برون شد مانند ماه تابان، در رزمگاه چو آمد دشمن برون زارا، گفتند و ما رمیدن مانند ماه تابان، از خیمگاه برون شد قاسم روانه میدان شد، آمد خود به قلب لشکر زد، حالا کس جرأت نداره در میدان قاسم بیاید، به نگاه مرسه سر زد ارزق شامی، بار بار جایزه از امیر المؤمنین گرفتی، بوری طفل به قتل برسان، ارزق شامی چهار پسر دارد، پسر کلان خدا عمر کرد، بوری طفل به قتل برسان، زمان فرزند کلانش میدان آمد، به نزد نفس بگیره قاسمشون را به جهنم فرستاد، فرزند دویم فرستاد، بازم قاسمشون را به جهنم فرستاد، چهار فرزند ملون که به قتل رسید، آخر میگه دنیا چشمه های ملون خون گرفت، رفت طوله آهنین به سرش انداخت، زره را در بدن که از شمشه دست بس سوار شد و آره میدان شد، امام حسین صدا زد اهل بیت رسول الله، من دعا میکنم شما آمین بگیم، حضرت قاسم با ارزق شامی امروز مقابله داره، ارزق برابر به هزار سواره، هر دو شمشیر بالا کرد، حسین به خیمگاه دعا میکنه، به حق جدم رسول الله حضرت قاسم پیروز شده، بنام قاسم شمشیر بالا کرد و فرود گفت الله اکبر، ارزق شامی افتاد به روی زمین، صدای تکبیر الله اکبر بالا شد، قاسم خیلی میگه تشنه بود، جراحت به بدن قاسم رسیده بود، جناب اسب را گرفت رو به طرف خیمه‌گاه کرد، آنها صدا زد السلام علیک یا ابا عبدالله، عمو جان خیلی تشنه‌ام، الله تش الله تش، علی اکبر که تشنه بود خیمه‌گاه آمد، حسین آب نداد، علی اکبر لب تشنه برگشت، حالا قاسم که العطش مگرد، حضرت قاسم در بغل گرفت، انگشتر خود را در کام حضرت قاسم گذاشت، قاسم جان آب بنوش، یادگار امام مجتبی، قاسم سیراب شد رو به طرف میدان گذاشت، عمر سعد مرحوم میگه دیگر جرأت نتوانست، هی میدان خالی کرد، به قول اطراف قاسم محاصره کرد، میگه حضرت قاسم سنگباران کردن، هر طرف به قاسم رو می آورد، قاسم سنگباران
حکیم بر روی زمین افتاد، عمر بن سعدی از دل آمد خواست سر قاسم جدا کنه، قاسم صدا زد عمو جان ادرکنی، قاسم یتیم و بی کس است، افتاد در خاک و خس است، تنش به مالی رسم است، عمو بیا از دست سر زل جلال شد، آمد دید عمر سعد مدان میخواد سر قاسم جدا کند، حضرت با شمشیر حواله کرد، دست عمر سعدی از در قطع کرد، ایشون مردمی از به کمک جان خواست، یک بار جنگ شروع شد، زمین کربلا تاریک شد، یک بار حسین متوجه شد، صدای قاسم از زیر سومی اسوان بلند صدا میزند، عمو جان دست از جن بردار، عمو دست از جن بردار، پیکرم زیر سومی اسپاها پرمور شد، حضرت دست از جن کشید، آمد بالین حضرت قاسم های دنیا، میبیند پیکر قاسم زیر سومی اسپاها خورد خورد شد، از سر قاسم از زمین بلند صدا میزنه دیگه بکار امام مشتبه، قاسم جان برخش خیمه با برم، پیکر پرخور قاسم گروه در پاش زیر گذاشت، ناش پرخور به خیمه با ورد، صدا زده و حرم بیای قاسم از میدان آمده، اهل بیت همه از جا حرکت کرد، مادر همدن قاسم آمده، سر قاسم در بغل گرفته، شاید با قاسم گفتگو داشته باشه، مصداق کلمات مادرش شاید همین باشه، یا الله حاجت بگیریم، زجا برخیز و ایرانا جوان گل از رانی من، نظر بلا به خالی زاد چشمی عشق و باری من، تو تا رفتی به میدان جا نشینم برفت استم، سیاه شد همچو کنگی دشمنان رو از دو باری من، حق دارم مادر نشه قاسم در بغل گرفتم، ز طفلی و پرورینم در کنارم تا که در پیری تو باشی مون سوتنهای شبای داری من، پس از بابت مرا دل باد خوش بودم در این عالم، که بودی از حسن بابی گرامت یاد و باری من، و بای مادر آی من نقمید نشوید اولادا، اولادی جوان حضرت امام حسن فرزند بزرگ مادرم، مادرش گفته باشم گمان کردم که در شبهای جمعه بعد فوتی من، برای خواندن قرآن بیای بر مزار من، قاسم جان من یقین داشتم زمانی که از دنیا برم، شبهای جمعه بالین قبرم قرآن میخوانی، ولی امروز نامید شدم، ندانستم که خواهی در جوانی رفتی از دنیا، فلک داغت نهد بالای قلبی داغ داری من، پس از مرگی تو نیرم جان تا جان دوتن دارم، نهان هرگز نگردد پیر یهای عشق و باری من، حلالت باد هر شیری Gracias.
نرسانیده بابایم در کجایا نگه نگاه مکنه بابایم مظلوم بین بوله اشغال تا به خون نشسته گارو طرف قاسم کرده گریه داره گارو طرف علی اکبر گفته گریه من For more videos, please subscribe my channel Kausar TV.